دانشگاه همیشه به مهد علم و آزادی شناخته شده و در طول تاریخ بازتاب روح جوامع انسانی بوده و هست. تو کشور ما هم از قدیم دانشگاه ها به عنوان خاستگاه جنبش های اجتماعی شناخته شدند. اما تو سالهای اخیر شاهد تغییرات شومی در هویت دانشگاه های ایران بودیم. تغییراتی که با اومدن پزشکیان و کابینش همچنان دانشگاه رو در سایه سرکوب قرار داده. در بین خیلی ضروریه که نگاهی داشته باشیم به وضعیت اساتید دانشگاه ها. یکی از اقدامات ظالمانه ای که رژیم علیه استادان آزادیخواه انجام داده اینه که با تبدیل وضعیت اونها از حالت پیمانی به وضعیت رسمی موافقت نکرده یا برای ترفیع سالانه اونها مشکلات فراوانی رو ایجاد کرده و ارتقای بعضی از در واقع سرمایه های آموزشی و آکادمیک کشور رو هم از دانشیاری به استادی متوقف کرده در نتیجه نزدیک به 25 تن از استادان اخراج شدند و عده زیادی در حدود 200 استاد هم علیرغم اینکه اخراج نشدن اما حقوق اونها قطع شده و با انواع محدودیت ها مواجهند به طوری که برای نمونه با حقوقی که در دانشگاه به یک استادیار میدن نمیشه حتی یک خونه در تهران اجاره کرد درآمد استادان دانشگاه در ایران قابل مقایسه با درآمد استادان در کشورهای همسایه هم نیست بنابراین معلومه که وقتی اساتید در ایران با این همه محدودیت مواجهند و درآمد کافی هم ندارند به فکر مهاجرت میافتند یعنی در هر طور که نگاه میکنیم ایران تحت حاکمیت آخوندها با همه دنیا فرق داره در همه کشورهای جهان به آموزش اهمیت بالایی میدن جایگاه استاد جایگاه رفیعیه در واقع استادان هستند که وظیفه پرورش نسل های آینده رو بر عهده دارند و نباید هیچ نگرانی و پریشانی داشته باشند در حالی که توی حکومت آخوندی دقدقه وضعیت اقتصادی و معیشتی وضعیت دانشگاه و فرهند و وضعیت سیاست همگی روی دوش استاد دانشگاه افتاده حاکمیت عقب مونده و ضد فرهنگ و علم ولایت فقیه از روزی که روی کار اومد ضدیت هستریکی با دانشگاه داشت به دلیل اینکه دانشگاه سنگر آزادی بود و همه جریانات آزادی خواه از دامن همین دانشگاه برخواسته بودند به عبارت دیگه همون رویه‌ای که دیکتاتوری شاه در مورد دانشگاه اعمال میکرد، امروز در دیکتاتوری شیخ به مراتب بدتر و فجیع‌تر اعمال میشه اما دانشجویان آزاده و استادان شریف دانشگاه هرگز تن به وضع موجود که چیزی جز سرکوب و فشار و محدودیت نیست نداده و نخواهند داد و دانشگاه رو به کانون شورش علیه نظم موجود یعنی ستم و استبداد تبدیل کردند و البته که از دانشجویان و استادان دانشگاه ها همین شایسته است که هرگز تن به سلطه دیکتاتوری نداده و به نقش و جایگاه آزادی خواهانه خودشون عمل کنند